هم به حضور طلبیدید. امیدوارم که همیشه دلتون شاد، سلامتی همراهتون باشه، غمی به دلتون نباشه، روزگار بر کام مطابق میلتون باشه. خیلی ممنون از اینکه این حقیر رو مورد عنایت قرار دادید. من با همه اینکه همیشه فرار میکنم از اینکه در جایی از من صحبت بشه، چون شرمندگی چیزی برای من باقی نخواهد بود، به سختی تونستم خودم رو راضی کنم که اولین بار بیام در چنین جمعی حاضر باشم. اینم به این خاطر بود که گفتم که به هر حال دوستان میخوان مطابق دلشون یه احساس خودشون رو بیان کنن، من در این نقطه دور از اون طرفی که ما هستیم چرا من نبگم. حتما پس میگم که بیام در اینجا با شما عزیزان، با یکی عزیزان دیداری داشته باشیم. نمیدونم وقت دارم که من چند دقیقه صحبت کنم. لازم شد راجع به جناب درخشانی من چند کلمه تصمیم گرفتم که صحبت کنم. اینکه ایشون با نهایت تواضع و مهربانی اینجا از همه بچه های گروه و دوستان یاد کردن و دیدیم که ایشون چقدر واقعا گیریا و خیلی صمیمیه. همیشه اینجوری بوده آدرسانی و همین گیریا بودنش و هیچ وقت چشم انتظار نیست که در مقابل کاری که میکنه جواب بشنوه و این بود این خصوصیات ایشون که در این 3-4 ساله منو کشون که با ایشون یک گروهی تشکیل بده. من سوال بود که دوستان من گفتن چرا گروه بزرگتر نداریم. خب گروه های بزرگ تشکیلش خیلی سخته، همه با هم دیگه خیلی مشکل ممکنه که کنار هم دیگه باشن، ولی خوشبختانه این تعداد دوستانی که ما به عنوان گروه شهناز در کنار هم هستیم مثل خانواده من هم. این خانواده من هم. و آقای درخشانی هم یه برادر بزرگتریست توی خانواده که هیچ وقت توقعی نداشته از اینکه به عنوان سرپرست گروه جایگاهی داشته باشه، ولی به نحو احسن همیشه کار خودشون رو انجام دادن. حالا خواهید دید انشاءالله در فردا شب، پس فردا شب، که ایشون چقدر کار رو به نحو احسن اجرا کردن. من وقتی که آقای درخشانی دیدم، حالا این اولین باره که این موضوع رو زبان میارم، خودشون هم تا حالا در من نشیدن و اصلا آقای درخشانی باعث شد که من ساز بسازم. چون سالها بود که من در رشته سنتور تحقیق میکردم برای بهتر کردن صدا سنتور و حالا 48 سال و داشتم یه سنتور باز که اسمش تندر گذاشتیم خواستم بسازم به فکر اون بودم. وقتی گروه تشکیل شد آقای نهداد که اینجا نشسته که آنتو میزنن به اصطلاح در گروه ما و صدای باسی هم دارن که در ارکستر ها جزو باس گروه باس هستن که میخونن، اجک رو که وقتی ایشون داشتن میزدن اجک آتو دیدم خیلی با مشکلات این اجک سخت کار کردن باش. هر کس که اجک مینواخت همیشه دچار مشکلات بود. به فکر افتادم گفتم من با یه سالی درست کنم که این صدا رو بده و اینقدر مشکلات نداشته باشه. نشستم تقریه کردم و سراحی رو ساختم. اولین بار یه سراحی آلتو ساختم و دادم دست ایشون. خب خیلی راحت خوشحال گفت خیلی خوبه، خوب میتونم بزنم. الان هم همون ساز ایشون داره میزنه. پشت سرش آمدم سراحی کوچکترش رو ساختم و بعد فکر کردم که خب اون کمبودی که ما در موسیقی داشتیم و که سالها ما بهش فکر میکردم بیام برم سراغ اون رو درست. یعنی ما سازهای باس نداشتیم، سازی بمتر از عود نداشتیم، یعنی سازی در حد ویولونسل و کورد باس ما نداشتیم. قژک باس هم که اگر دکتر افشاری میزدن اونم باز که مشکلات خودش داشت در نوازندگی و ایشون هم به هر حال اون کاری که داشت میکاز میساز انجام بدن به علت اون کاسه بزرگی که داره و جلوگیر میشه که دسته تو دستشون بتونن کاری که میکنن انجام بدن. خب گفتم خب حالا من این ساز رو هم برای ها درست میکنم و اومدم سراحی رو
سراحی باز ساختن، بمسراحی که الان ایشون هم تو گروه بمسراحی میزنن و یه ساز بزرگترش هم ساختن به جای کنت باز که اونم شاه سراحیه که نتونستیم اون دوتا ساز رو بیاریم چون خیلی بزرگ بودن، همون نقلش مشکل بود از نظر پرواز به هواپیما. بعد برای سفر آمدم فکرم که بیام برای این دوتا سازی که مشکل سفر بکنم بیام سازه بسازم که کاسه رزونانس نداشته باشم، خیلی بزرگ نباشم. آمدم شهنواز و چیز رو ساختم، شهبانگ و شهنواز رو ساختم که به جای ویولونسل و کورد باس در گروه عمل میکنه و خب کاسهش کوچکتره و راحت ما میتونیم اینو در جعبه خودش بذاریم و با هواپیما حرکت بدیم و ایشون این ساز رو می‌نوازد. سازهای دیگری بنویم ساغر و کرشمه و سبو و اینا همه به شوق وجود این جوانای نازنینی که در کنار من بودن ساخته شد. چرا؟ چون من اعتقاد دارم که ما قدر بچه هامون و جوانانمون نمیدونیم. به بچه ها و جوان ها وقتی شما یک مسئولیت بدین بهترین شکل انجام میدن. یعنی من که سالهای سال 50 ساله دارم فعالیت میکنم، با اساتید بزرگ بودم، در کنار اساتید بزرگ بودم، همیشه در کنارشون حرف شنایی داشتم، به خودم اجازه نمیدادم که بهشون پیشنهاد بدم یا چیزی دیگه ازشون بخوام چون براشون مشکل بود و اون کار رو انجام نمیدادم. و من افکاری که در سرم بود دیدم اینا رو با اساتید نمیشه، با کسانی که از همدورهای خودم بودن که اونها به مرحل استادی رسیدن و عادت کردن به یک نوع نوازندگی، به یک سازی، اونا رو نمیشه ترک عادت شدن. و بهترین راه اینه که با این جوان ها ما شروع کنیم که سازهای جدید بسازیم، بدیم دستشون، بگیم این ساز باشه ارتباط برقرار کن و بنواز تا مردم بشنوم خوششون بیاد، دیگران هم ارتباط برقرار میکنن با این سازها. وجود این جوانها، این گروه شهناز و آقای درخشانی که اینجا در خدمتشون هستن و واقعا بهشون افتخار میکنم عزیز رو، اینها باعث شدن که این سازها ساخته بشه و خدمت بزرگ وجود اینها کرد. در کنار اینها لابلا اینها ما سازه یه گذاشتیم که یه رنگیه جدیدی هم باشه و به طور کل ما مجموعاً یک از یه ارکستر یه صدای دیگه هم میشنویم که با همه ارکسترهای دیگه فرق میکنه. با جزئی دقتی که بکنیم میفهمیم که فرق میکنه با صدای دیگه و خب این خیلی خوبه برای ما که بتونیم یه صدای جدیدی وارد صحنه بکنیم که این صدا همه گونه امکانات داره که به هر شکلی هر آهنگی که میخوام بزنیم بتونیم باهاش بنوازیم. و وجود این از اینا باعث شد که من شروع کنم به سازسازی و خوشبختانه این سازسازی خیلی خوب نتیجه داده و خیلی خوب جواب داده و در کنار اینها بازم ما سعی می‌کنیم که بتونیم سازهای دیگه هم بسازیم به برکت وجود این عزیزان. و به هر حال من قدر این گروه رو میدونم، این بچه های من هم همشون سنشون سن بچه های من غیر از خداهای درخشانی برادر عزیز من هستن، همهشون سنشون سن بچه های من و برام خیلی عزیزن و ستایش میکنم همهشون رو و خوشحالم که در این سفر من در کنارشون هستم و اینا در کنار من هستن و ما این سفرها که داریم میریم صرفا سفرهایی است که ارتباطات انسانی میخوام داشته باشیم. کار حرفه‌ای به معنای حرفه ما انجام نمیدیم، هرچند که کار در سطح بسیار دقیق حرفه‌ای داره انجام میشه، اما از نظر دیدگاه هنری ما صرفا برای ارتباطات انسانی و برای ارائه هنرمون و اینکه دلها رو به هم نزدیکتر کنیم راهی سفر شدیم. ما برای وصل کردن Thank you.